منظورتون کدوم بخش جامعه است؟ چه از چه منظری از چه جامعه؟ ما فعلا خب یه جامعه داریم که بیشتر حالا حالت لجام گسیختگی در اون علل خصوص در نسل جدیدمون میبینیم اینا ایجاب میکنه. ما که کار فرهنگی انجام میدیم و خصوصا از بعد کیفیت شناسی یک مقداری احساس خطر بکنیم، یک مقداری به این فکر بیفتیم که برای این نسل چی کار باید بکنیم، چه چیزی رو باید برای اینا به عنوان ارثی جا بگذاریم که بتونه بهشون کمک بکنه. چون واقعیتش اینه که حالا پدران ما برای ما چیز زیادی لااقل برای من به جا نگذاشتن که من بتونم بگم که خب ارثیه فرهنگی رو از نسل قبلی من تحویل گرفتم. بنابراین احساس مسئولیت میکنیم که برای این نسل چی کار باید کرد و باید واقعا بی‌طرفانه بی‌غرضانه دور هم جمع بشیم، آنچه که به فکرمون میرسه، آنچه که تجربه داریم مورد بررسی قرار بدیم، نهایتنش منجر بشه به یک چیز عملی. این نسل از حرف و شعار و اینها زیاد میونه نداره، یه چیز عملی میخواد. شاید اینی که از تجربه ما استقبال میکنن به خاطر اینکه قبل از اینکه ما حرف بزنیم عملش رو نشون اونها میدیم. یعنی در عرفان کیانی افراد قبل از اینکه بخوان هستن با شعاری روبرو بشن وارد پروسه عملی میشن و لذا خب اینا رو تجربه است باید استفاده بشه. یعنی توصیه میکنیم که مورد بررسی قرار بشه. اتفاقا ما مایل به یک فعالیت بسیار بسیار آشکار و شفاف هستیم، یک فعالیت پنهانی نداریم که. و از اون جایی که هیچ گونه هدف سیاسی رو هم ما دنبال نمی کنیم، هیچ موضع سیاسی نداریم، ما صرفا آسیب شناسی فرهنگی و ارتقای به اصطلاح وضعیت فرهنگی جامعهمون هست و رشد اون، لذا خیلی راحت میتونیم با هر بخشی ارتباط برقرار کنیم، بریم بیایم و به هر صورت فقط منتظریم که ببینیم کی طالبه، کی مایله که از چارچوبای فکری خودش در یک رویاروی اندیشه به طور موقت دست برداره، بشینیم با هم صحبت کنیم و ببینیم که اندیشه چی میگه و چه استفاده از اونا میشه کرد.